خب بسیار عالی، جلسه دیجیتال مارکتینگ و در واقع میخوایم ببینیم که راه های رسیدن به یک دیجیتال مارکتر موفق چی هست، چه کارهایی باید انجام بدیم، یه دیجیتال مارکتر چه چیزهایی رو باید بدونه، چه انتظاراتی ازش وجود داره و تو این راه حداقل بدونیم که نقشه راهمون به چه صورتیه و اگر قراره که اینها رو جایی آموزش ببینیم و یاد بگیریم درست بتونیم در واقع بهشون توجه بکنیم. من توی این وبینار یک سری از مطالبی که حالا توی جلسه اول خود کلاس آکادمی مطرح میشه رو مجبورم بهتون بگم، چون بدون دانستن اونا، بدون در واقع یادگیری اون مطالب خیلی نمیشه بگیم کسی تونسته دیجیتال مارکتر بشه. دیجیتال مارکتینگ بچه ها همطور که از اسمش هم مشخص هستش، یه بخشش به مارکتینگ ربط داره، یه بخشش به در واقع فعالیت های فضای دیجیتال مرتبط هستش. اگر بخوایم خیلی منصفانه بگیم، کسی که میخواد دیجیتال مارکتر بشه باید 50% توی مباحث مارکتینگ تخصص پیدا بکنه. افراد خیلی زیادی رو من باهاشون صحبت کردم، آدمای خیلی زیادی بودن که اومدن تو حوزه دیجیتال مارکتینگ کار کردن، اما چون تو قسمت مارکتینگ تخصص نداشتن و شناختی نداشتن نسبت به این حوزه، فقط شدن یک کاربر یک ابزار. ببینیم ما تو فضای دیجیتال ابزار زیاد داریم، ابزارهایی مثل سرچ کنسول، ابزارهایی برای مثلا بحثای سئو سایت که حالا کیورد ریسرچ هستش، ابزاری مثل گوگل آنالیتیک، ابزاری مثل هاتجر، ابزارهای زیاد و متفاوتی وجود داره توی در واقع دیجیتال مارکتینگ. اگر ما ندونیم چجوری این ابزارها رو باید ازشون استفاده درست بکنیم و چرا اصلا باید از این ابزار استفاده بکنیم، خیلی نمیتونیم به عنوان یک دیجیتال مارکتر عمل بکنیم. یعنی عملا اینطوری باید نگاه بکنیم که یه دیجیتال مارکتر باید بتونه خروجی هایی که روی هر کدوم از ابزارها وجود داره و هر کدوم از اون افراد ممکنه تو قسمت های مختلف کار تخصصیشون رو انجام بدن. وقتی میگیم یه دیجیتال مارکتر برای شرکت باید کاری انجام بده، از زمینه های مختلف تو حوزه سئو باید سر در بیاره، قرار نیست متخصص باشه، تو حوزه سوشال، تو حوزه کانتنت، تو حوزه آنالیز، مباحث حالا CRM و ایمیل مارکتینگ و پوش نوتیفیکیشن و SNS و بقیه موارد، اینها رو باید کلن بدونه و بتونه اینها رو همه رو جمع‌بندی بکنه. من مدل های متفاوتی رو توی دیجیتال مارکتینگ تجربه کردم، توی شرکت های مختلف، حالا مشاور بودم جایی متفاوت یا رو خود سایت هایی که برای خود آکادمی بوده پیاده سازی که انجام دادم. بهترین دسته‌بندی که توی حوزه دیجیتال مارکتینگ بچه‌ها میتونم براتون انجام بدم اینه که بیاین دیجیتال مارکتینگ رو به 4 بخش تقسیم بکنیم. یعنی میگیم دیجیتال مارکتینگ اگر بخوایم آنالیزشون بکنیم 4 بخش داشته باشه. اولین بخش اون میشه زیرساخت. به نظرتون چه چیزایی باید تو زیرساخت بذاریم؟ وقتی میخوایم زیرساختمون رو درست بکنیم باید به چه چیزایی فکر بکنیم؟ نظری دارین بچه‌ها؟ محتوا، بچه ها محتوا میاد روی زیر ساخت ما میشینه. CMS خوبه که همون در واقع وبسایتمونه، وبسایتمون خوبه، خب برای اینکه بتونیم عملا ما هم یه ادبیات یکسانی با هم دیگه داشته باشیم، بدونیم در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم. من خیلی وقتا روی دیجیتال مارکتینگ میام دیجیتال مارکتینگ رو تشبیهش میکنم با یه ماشین که این ماشینه قراره چیکار بکنه، ما رو از مثلا تهران تا شیراز برسونه، برای ما رو از تهران تا مثلا اصفهان برسونه. اگه این مدلی نگاه بکنیم خیلی از پارامترها و المان هایی که توی دیجیتال مارکتینگ وجود داره رو میتونیم تشبیهش بکنیم، یا حتی اصلا توی بیزینس فرق نمیکنه. خب اصول بازاریابی به عنوان زیرساختمون نیست. ببینید اینا یک سری فرایندی هم، بحث اصول کلاس تا 6 و نیم، من سعی میکنم تا 6 و ربع مطالبم رو تموم بکنم که اون یه ربع تا نیم ساعت آخر رو بذاریم برای پرسش و پاسخ. چون فکر میکنم اگر پرسش و پاسخ باشه و شماها بتونید یه سری دغدغه‌هاتون رو مطرح بکنید، خیلی در فیدبک بهتری میتونید دریافت بکنید. بچا چیزایی که به عنوان زیرساخت میتونیم ببینیم، وبسایتمونه، این به عنوان زیرساخت، شبکه‌های اجتماعی، راه اندازی شبکه‌های اجتماعیمون هستش، اینا زیرساختمونن، طراحی حالا دیتابیس یا بانک اطلاعاتی برای ایمیل، برای در واقع اس ام اس و
ارتباط های مختلفی که با مشتریمون میتونیم داشته باشیم. تمام اینا میان به عنوان زیرساخت های ما قرار میگیرن. یعنی اگر من یه بانک ایمیل داشته باشم یه زیرساخته که بعدا ما به اینا میگیم asset، میگیم یه دارایی. بچه ها یادتون باشه توی فضای دیجیتال یکی از کارهای مهمی که شما باید انجام بدید اینه که زیرساخت هاتون رو باید تقویت بکنید. وقتی میگم زیرساخت باید تقویت بشه یعنی که من باید توی کسب و کارم ریشه بدونم. ریشه دوندن بچه الان بهتون یه نمونه عملیشو نشون میدم معنیش چیه تا ببینید دنبال این کسب و کار که هستیم چه اتفاقاتی باید برام بیفته، چه جوری باید این قضیه رو نگاهش بکنیم. خب با مبحث SEO فکر می‌کنم همتون آشنا هستین، درسته؟ آره آبو جوشم بدون. طبعا هر کسی حالا کارش هم SEO نباشه، حداقل در مورد SEO شنیدیم و میدونیم چی هستش، میدونیم در واقع چقدر مهمه. بچه‌ها ورودی که شما دارید از SEO دارین دریافت میکنین، ورودی که دارید از SEO دریافت میکنین دقیقا چون اومده روی سایتتون نشسته، این یک جریانیه که هر روز داره در واقع به شما ترافیک میرسونه. هر روز داره در واقع این ورودیه یه سری ترافیکی رو میرسونه توی سایت شما. نه هزینه‌ای قراره بابتشون زمان انجام بدی، کاراشو قبلا کردی. آن چیزی که من امروز به عنوان در واقع ورودی سایتم مثلا توی آکادمی دارم میبینم، میانگین مثلا 2500 تا ورودی، من هیچ کاری هم نکنم، هیچ تبلیغی هم امروز نرم، 2500 نفر از سایت آکادمی بازدید میکنم، صفحات مختلف سایت رو میان بررسی میکنم. خب این عملا مثل چی میمونه؟ مثل تو همین مثال ماشینش اگه بخوام براتون شبیه سازی بکنم، مثل یه ماشینی میمونه که سوختش هیبریدیه. همه ماشینا شما باید چیکار بکنید؟ میخوای 100 کیلومتر راه بری باید بنزین بزنی و اون بنزین زدن هزینه داره. بنزین توی ماشین بچه شبیه ترافیک سایت شما میمونه. اگه بخوایم شبیه سازیمون رو کاملش بکنیم، المان های مختلف یک کسب و کار رو یا یک فضای کار دیجیتال رو در واقع ما اگه بخوایم بیاییم با ماشین شب تشبیهش بکنیم، میتونه اینجوری برامون برداشت بشه که من ماشین رو به عنوان اون زیرساخت ها میدونم، محتوا رو به عنوان المان هایی که توی ماشین دارم ازش استفاده میکنم میتونم یاد بکنم ازش، ترافیک رو ترافیک اینترنت یا نه ترافیک خیابونی منظورم میسام، ترافیکی که توی سایت در واقع به وجود میاد، مخاطبی که میاد تو سایت ما در حکم سوخت یا بنزینی رو داره که ما داریم در واقع روی سایتمون ازش استفاده میکنیم. متوجه میشین منظورم رو درک میکنین چجوریه در واقع این قضیه؟ بهینه سازی سایت رو از دید اینکه مخاطب بهتری رو، مخاطب بیشتری رو ما بتونیم تبدیل بکنیم به کاستومر، خب به کاستومر بتونیم تبدیل بکنیم، شبیه چی میمونه؟ شبیه این که ماشین، موتور یه ماشین میشه پراید، موتور یه ماشین دیگه میشه بنز. اینا با هم دیگه از چه لحاظ فرق دارن؟ جفتشون کار جابجایی ما رو انجام میدن، جفتشون کارشون و وظیفهشون در واقع حمل و نقل هست و این کارا رو دارن پیش میبرن، گیری هم توش وجود نداره. اما موتور بنز با موتور پراید فرقش تو چیه فکر میکنین؟ چه ویژگی هایی در واقع اینا دارن که ما ممکنه برامون جذاب باشه، برامون مورد اهمیت باشه؟ عمل کردشه، خب تکنولوژیشه، کاراییشه، قبول دارید بچه یکی صفر تا صدشه، آفرین، قدرتشه و خودش در واقع کی بود؟ آی پدرام خودش در واقع ما میگیم که زیرساخت نیست دا، ولی به زیرساخت ما کمک میکنه. یعنی مثل اینه که من اگر دارم، نیما میگه که تجربه کاربری، آفرین، چه تشبیه خوبی داری میکنیم، یه تجربه کاربری خیلی خوب و خیلی قشنگی داره به ما میده. من توی ماشین نشستم، نگران خرخر ماشین نیستم، سر و صدا نمی‌کنه، موتور خیلی اذیت نمی‌کنه برام. خب توی سایت چجوری این اتفاق میفته؟ جایی که شما سایتتون رو جوری اومدین برنامه‌ریزی کردین، طراحی کردین بر اساس نیاز مخاطب، که مخاطب میاد، اگه 1000 تا مخاطب میاد روی سایت شما که موتور بنز روشه، مثلا 50 تاشون تبدیل به مشتری میشن، توی سایت دیگه که موتور پراید انگار روش هستش، از اون 1000 نفری که دارن میان انگار 10 نفر تبدیل میشن، 5 نفر تبدیل میشن. خب پس من این که از اون میزان سوختی که وجود داره، از اون میزان سوختی که
وارد سایت هم میشه که گفتیم، معادل چی میمونه؟ معادل در واقع بحثای مربوط به ترافیک، میزان مصرف سوختمون میمونه که توی سایت عملا داریم میگیم ترافیک از کانالهای مختلف تو قیف فروشمون میتونیم اینها رو دریافتشون بکنیم. بحث اطمینان برند ببین درسته خوبه، خب مثلا مثل این میمونه که شما بگید این سایت دیجیکالاست آره خوبه، ولی نکته‌ای که توش وجود داره کسی که میخواد امروز استارت بزنه نمیتونه بگه من برندم الان خیلی شناخته شده است، اما میتونه کاری بکنه از نظر عملکرد، عملکردش نزدیک به موتور بنز بشه. متوجه شدید چی شد؟ خب بنز 200 سال داره کار میکنه که امروز شده بنز. ما انتظار نداریم مثلا پراید بیاد بگیم همراستای اونه، همرده اونه، ولی انتظار داریم بچه ها یه موضوع خیلی مهمی که وجود داره، انتظار داریم اگر امسال ما داریم یه عملکردی رو پراید میبینیم سال دیگه 10% عملکرده بهتر بشه، دو سال دیگه عملکرده 50% بهتر بشه. این موضوع برای ما خیلی خیلی مهمتره، خیلی در واقع به ما کمک میکنه تا اینکه بتونیم در یه مسیر درستی هم قرار بگیریم. خب حالا جدا از این بحث، بحث ترافیک رو داشتم میگفتم، پس اینکه چند نفر از تعداد ورودیامون، چه میزان از ورودیامون دارن تبدیل میشن به بحث در واقع کاستومر یا مشتری، میتونه عملکرد سایت رو به ما بگه. عملکرد اون زیر، حالا سایت رو مثال داریم، یه زیر ساخت دادیم، ممکنه 100 نفر بیان توی پیج شما، تو پیج اینستاگرامتون بیان، از این 100 نفر 10 نفر بخرن، یه پیج دیگه ممکنه باشه از 100 نفر یه نفرم نخره. پس ببین اون رفته ماشینه رو ایجاد کرده، زیر ساخت رو درست کرده، اما عملکردش بده. توی ماشین شما باید 50 لیتر بنزین بزنید تا شما رو 100 کیلومتر جابجا کنه، توی ماشین دیگه میگن آقا 3 لیتر بنزین هم کفایت میکنه. چرا؟ چون اومده جاهایی که در واقع هرز میرفته بنزین، اینا رو شروع کرده به کار کردن، اینا رو شروع کرده به بهینه سازی کردن، کمترین میزان مصرف رو داشته باشه. این تفکر در واقع توی تفکر وبسایت هم وجود داره. خیلی هم میگن آقا ترافیک ارزونه ما میگیریم دیگه، مخصوصا تو ایران. ببین تو ایران یه ایراد بزرگی که وجود داره، سوخت ارزونه، شده 3000 تومان. خب باشه، الان سوخت تو ترکیه چقده؟ توی آمریکا چقده؟ بنزین الان شما توی ترکیه بریم باید چند لیر بابتش پول بدی؟ 6 لیر، 7 لیر، 8 لیر باید بابتش هزینه بکنی. بعد میای با لیر 3-4000 تومانی که حساب می‌کنی می‌بینی توی ایران سوخت ارزونه. چون ارزونه، خب و با 3000 تومان داریم مثلا بنزین می‌زنیم، واسه همین اون کارخونه، حالا توجیه نباید باشه این قضیه، ولی اون تو کارخونه خیلی توجه نمی‌کنه به این قضیه که من کاری بکنم پراید اگه 107 میسوزونه، حالا بیام بکنمش 100 مثلا 4 بکنمش 105، هزینه بهینه سازی شاید برای اینا بیشتر در بیاد، نمیصرفه براش این کارا رو انجام بده. اما ما باید یاد بگیریم توی وبسایتمون این کار رو هر روز که میریم جلوتر بهترش بکنیم، انجام بدیم و کاری بکنیم که جذب مخاطب در واقع به حد اکثر خودش برسه. اسم این فرایند رو بچه‌ها بعدها، حالا اگر جلوتر رفتید و یه سری بحث پیشرفته تری خواستید نوبال بکنید، اسم این بحث میشه CRO، Conversion Rate Optimization. خب حالا اینکه خود Conversion Rate چی هستش رو بذارید من از روی بله CRO ببینید بچه ها، این قیف فروش همونه، این همون تفکری که توی ماشین وجود داره. من اینجا میام سوخت وارد میکنم، بنزین میزنم، مثلا میگم 100 لیتر بنزین زدم، یعنی چی؟ یعنی انگار 2000 نفر رو آوردم توی سایتم. بر اساس اون فرآیندهایی که وجود داره، اون تنظیماتی که وجود داره، تکنولوژی که به کار برده شده توی وبسایت، از این 2000 تا بازدید کننده یه تعداد خروجی دارم. تو ماشین چی میشه؟ میگم آقا اگه داری 50 لیتر بنزین میزنی، بر اساس تکنولوژی که ما اینجا اومدیم تنظیم کردیم، یک میزان و با یک کیفیتی شما رو چیکار میکنه؟ جابجا میکنه ماشین. شما 50 لیتر بنزین میزنی مثلا 500 کیلومتر شما رو جابجا میکنه. خب این میشه معادلی که گفتم باید با بحث ماشینه در واقع شبیه سازی بکنیم قضیه رو. خب حالا توی این قضیه قیف فروش، تعریف ساده ای از قیف فروش رو اگه بخوام بهتون بگم، میگیم ما تو هر کسب و کار، تو هر بیزینسی، آدمای زیادی میان بالای قیف فروش قرار میگیرن و عملاً با بیزینس ما، با وبسایت ما، با مغازه ما آشنا میشن.
شما اگه حتی یه مغازه هم داشته باشید بچه ها، از جلوی مغازه‌تون ممکنه روزانه 1000 نفر رد بشه. از این 1000 نفر 100 نفر وارد مغازه شما میشن، 50 نفر محصولاتی که دارید رو برآورد میکنن، بررسی میکنن، سبک سنگی میکنن و مثلا 5 نفر 10 نفر 15 نفر از شما خرید میکنن. این قضیه تو فضای دیجیتال هم صادقه. تو فضای دیجیتال شما 1000 نفر آدم میارید توی سایت، از این 1000 نفر مثلا 100 نفر به شما آدرس ایمیل میدن، به شما راه‌های ارتباطی بهتون میدن یا لید میشن اصطلاحاً. از اون بین 50 نفر مثلا میان تو سایت شما ثبت نام میکنن و ممکنه 5 نفر 10 نفر از سایت شما خرید بکنن. این پروسه رو ما باید در واقع حواسمون بهش باشه. پس تا اینجا ما قدم اولمون، یعنی ستون اولمون توی دیجیتال مارکتینگ گفتیم بحث چیه؟ زیرساختامونه، مثل وبسایت، مثل شبکه اجتماعی، مثل بانک ایمیل، مثل ورودی که من دارم از در واقع گوگل دارم دریافت من، اونم به عنوان یه زیرساخت داره برای من عمل میکنه. شبیه چی میشه؟ شبیه ماشین های هیبریدیه. میگن آقا تو این ماشین شما باید مثلا هر هفته دو بار بنزین بزنی، ولی این ماشین داره که میبینی شما یه بنزین میزنی یک ماه و نیم در واقع بنزین کار میکنه، چون داره از سوخت هیبریدی مصرف کنه. ورودی ارگانیکی همچین ویژگی رو برای شما داره، بدونه که هزینه زیادی بخواییم بکنین الان براش به واسطه کارهایی که قبلا انجام دادین در واقع برای شما میتونه ترافیک به سایتتون منتقل بکنه. خب حالا این کارها رو کردیم، این فعالیت‌ها رو انجام دادیم، ستون بعدی که برامون میتونه وجود داشته باشه ستونیه که باید اینها رو تبدیل بکنه دیگه. باید در واقع ورودی که داریم جذبش میکنیم رو بتونیم تبدیلش بکنیم به کاستومری که این پایین کیف ما قرار گرفته و این میشه در واقع ستون سوم. و دومی که خود اون در واقع ستون دوم ما میشه همون تامین ترافیکمون، ستون سوم میشه تبدیل کردن این ترافیک از بالا به پایین و ستون چهارممون و چهار میشه چی؟ میشه نظارت بر عمل کرد. تو ماشین چی دارید شما؟ تو ماشین یه سری داشبورد دارید، تو داشبوردتون چی نشون میده بهتون؟ یه سری عقربه هایی هستش که اون عقربه ها به شما نشون میده الان دور موتور چقدره، میزان بنزینتون چقدره، مصرف بنزین چقدره. حالا داشبورد هایی که در واقع پیشرفته تر میشن و اطلاعات تکنیکی رو به شما میدن، اینها میاد چیکار میکنه؟ میاد به شما حتی تو اون لحظه میزان مصرف سوخت هم بهت نشون میده، میگه که الان داری 109 میسوزونی، الان که کولر هم زدی تو ترافیک هم هستی پرگاز هم داری میری 111 داری میسوزونی. اینا رو بهتون در واقع اون لحظه داره نمایش میده. چرا داره نمایش میده؟ به خاطر اینکه من یک ذهنیتی داشته باشم نسبت به این اتفاقی که داره برام میفته، نسبت به این در واقع چیزهایی که دارم در حال حاضر باهاش مواجه میشم. اگر قراره من توی شرایط خاصی قرار بگیرم و توی این شرایط خاص مثلا ترافیکه، چه میدونم بارون هم داره میاد، هوا هم دم داره، شما هم کولر هم گرفتین، توی این شرایط میزان مصرفت چقدره؟ میزان دور موتورت چقدره؟ سرعتت چقدره؟ من باید کلا همه این عوامل رو بتونم آنالیز بکنم، بررسیشون بکنم تا توی اون بررسی کردن عملا اتفاقی که برام میفته این باشه که بتونم از عمل کرد خودم نتیجه گیری بکنم با این وضعیت من کی به مقصد میرسم. دیدین ویز میزنیم مثلا میگه 10 دقیقه به مسیرتون اضافه شد. چرا؟ چون ترافیک دارم میبینم، اون داره بیرون رو میبینه، داره مسیر و محیط رو نگاه میکنه، من دارم خودم هم میبینم، میگم خب که تو این وضعیت من داخل سایت خودم، داخل در واقع کسب و کار و بیزنس خودم چه اتفاقی میفته. حالا کسب و کار من باید با محیط در تعامل باشه. چرا؟ چون من مشتری رو دارم از همین محیط دارم دریافت میکنم، پس باید ببینم که تو این محیط مثلا رقبا چجوری وضعیتشون، درخواست آدما به چه صورتی، آیا هوا ابریه یا هوا صافه، آیا در واقع جاده که دارم توش میرم دست انداز داره یا نداره. اینا همش به عوامل محیطی بستگی داره. اگر خواستین رو عوامل محیطی بچه ها بیشتر اطلاعات به دست بیارین برین پستل رو مطالعه بکنید، سرچ بکنید در واقع تحلیل پستل که در واقع تحلیل شرایط و عوامل بیرونی محیط کسب و کار رو بهتون میده. خب CRO چی بود دوستان؟ Conversion Rate Optimization. من به طور نرمال تو هر کدوم از این مراحل که مشتری داره میاد از بالا به پایین برسه یه نرخ تبدیل دارم. 10% از آدم‌ها اینجا میان به مرحله بعدی، 5% از آدم‌ها از اینجا میان به مرحله بعدی،
3% از آدم از جمعه به مرحله بعدی و در نهایت نگاه میکنم از اون بالای بالای قیف هم تا این پایین مثلا 0.5% از آدم ها میبینم که تبدیل شدن، 1% از آدم ها میبینم که تبدیل شدن. کسایی که الان سایت داریم و دارین کار میکنین، اگر سایتتون فروشگاهی هستش، میزان نرخ تبدیلتون رو لطفا به من بگید. اگر دیتا دارید به من بگید که نرخ تبدیلتون چقدره و از هر 100 نفر یا 1000 نفری که میان توی سایت شما بهم بگین که چند نفرشون ازتون خرید میکنن، تا من این آیتم رو هم بهتون بگم توی دیجیتال مارکتینگ چجوری باید تحلیلش بکنید، چجوری باید حواستون بهش باشه. چی شد؟ کسی رو نداریم؟ 2%. چه کاری سجاد؟ یعنی 2% از آدم ها میان از شما خرید میکنن. خب ببین، دونستن این قضیه بچه ها چقدر میتونه کمک بکنه، چقدر میتونه ما رو روشن بکنه که چه اتفاقی داره برامون میفته. 3% خانم فهیمه، به من بیزینساتون رو لطفا بگین چی هستش تا من از این طرف خرید نداره. اوکی. خب شما بچه ها باید، شما که مثلا میگی بی تو بی هستید، معیار دیگری رو باید برای سنجش عمل کرده سایتتون باید در نظر بگیرید. خانم سایناز یک مقیاس و معیار دیگری رو برای عملکرد سایتتون باید در نظر بگیریم. مثلا کسی که بی تو بی باشه، به نظرتون چه معیاری میتونیم در نظر بگیریم؟ مسلما توی سایت بی تو بی انتظار نداریم کسی بیاد خرید بکنه، ولی انتظارهای دیگه داریم. مثل چی؟ توی سایت بی تو بی چه انتظاری داریم؟ تعامل. تعامل رو چجوری تعریفش بکنیم خانم مرضیه؟ نه، بازدید رو بچه هیچ وقت به عنوان معیار اثر بخشی انجام نده. برند اورنس هم سخته، خیلی خوب نمیتونیم بگیم، و برند اورنس ربطی لزوما به سایت ما نداره. ولی بچه ها مثلا زمان در سایت بودن میشه علی در نظر بگیم، ولی خیلی دیتای خوبی به هم نمیده. من اگه سایتم بی تو بی، اول به من بگیم بی تو بی یعنی چی، چون ممکن بعضی دوستان ندونن بیزینس های بی تو بی چیه. مثلا کامنت یه چیز خوبیه، آفرین. دانلود کردن رزومه، به نظر دانلود کردن بروشوری که ما داریم میتونه یه کار خوبی باشه. بی تو بی به معنی واسطه نیستا دوستان. کسب و کارها دو مدل دارن بیزینس میکنن حداقل. لطفا دوستانی که میدونیم و نه رفت به رو در رو نداره، دوستان دوستانی که مطلع هستین بقیهشو بیخیال بشین. میدونم بی تو جی هم داریم، سی تو سی هم داریم و بقیه مدل، اما مهمترین مدلی از کسب و کارهایی که وجود داره اینه که شما که شرکتتون یا داره خدمات میده به یه مصرف کننده نهایی، یا داره خدمات میده به یه مصرف کننده نهایی و اون مصرف کننده میاد از سایت شما خرید میکنه، یا دارین برای یک شرکت دیگه شما دارین فعالیت انجام میدین. اگه برای یه شرکت دیگه شما دارین فعالیت انجام میدین و توی زنجیره تامین تو انتهای اون قضیه در واقع ارتباط با مشتری نیستین، شما شرکتتون میشه بی تو بی، یعنی مشتری های شما، نه اسمش واسطه نیست، اسمش واسطه نیست، اسمش اینه که تو بیزینس و اون زنجیره تامینی که وجود داره شما با مشتری نهایی در ارتباط نیستی، با اون مصرف کننده در ارتباط نیستی. شما داری یه سری فعالیت ها و خدماتی رو انجام میدید که این خدمات شما در نهایت داره به یک شرکت و یک بیزینس دیگه محصولش به فروش میرسه. به نوعی میشه آفرین مثل تولید کننده قطعات یدکی خود رو. اونا با کی دارن کار میکنن؟ با کمپانی، با شرکت های مختلف دیگه. اینجوری دارن کار میکنن، با اون مصرف کننده نهایی خیلی کار زیادی ندارن. ببین شرکت طراحی سایت، من بخوام بررسیش بکنم میگم شرکت طراحی سایت بی تو بی نیست، اما هاستینگی که پشتش واسطاده
و داره اون هاستینگی که پشتش واسطه و داره به شرکت طراحی سایت داره در واقع خدمات میده، اون کارش بی تو بیه. گرافیستی که اون پشت واسطه و داره خدماتشو میفروشه به شرکت طراحی سایت، اون کارش بی تو بیه. نگاه کنید بچه ها، بیزینس بی تو بی با اینی که من بیام بگم مشتری های من هر کدوم بیزینس دارن فرق میکنه. حالا خیلی هم بحثش الان نیست، چون اینا تعاریف متفاوت داره و یکی میاد میگه تعریف های بی تو بی، یکی دیگه میاد میگه نه اصلا بی تو بی نیست. شما داری با اندیوزر طرف میشی. خب ولی فرض کن شما شرکت هاستینگ هستی، شرکت مثلا خدمات سرور هستی و این شرکت خدمات سرور میاد به کی سرویس میده؟ میاد به هاستینگ ها سرویس میده، میاد به طراح سایت ها سرویس میده. اون پشت در واقع کسایی که حضور دارن خودشون مستقیم با مصرف کننده طرف نیستن، ولی وقتی یه بنده خدایی میاد به من سفارش طراحی سایت میده، مثلا میگه برام سایت طراحی کن، درسته که عمده این افراد خودشون بیزینس دارن و شرکت دارن، ولی مصرف کننده یه سایتن. گرفتین قضیه چی شد؟ آره احسان، با این تعریف که احسان میکنه خوبه، با اند یوزر در ارتباط نیستن. چون نیا که ما توی زنجیره تامین ما یه دونه بحثی داریم، امروز کلاسمون داره برعکس حرکت میکنه، اول میایم مطالب پایین‌تر بعد برمیگردیم. ببین ما یه بحثی داریم، اینم به خاطر اینکه بچه‌ها گفتن، چون خیلیاتون احساس میکنم تو کلاس جلسه اول دیجیتال مارکتینگ تو کلاس آکادمی شرکت کردید و اگه من بخوام همون مطالب کلاس جلسه اول رو بخوام بهتون بگم ممکنه براتون کسل کننده باشه، اما وقتی بیایم بیزینس رو از تهش نگاه بکنیم، آقا من میخوام تو بیزینسم موفق بشم، به چی نیاز دارم؟ به یه دیجیتال مارکتینگ. وقتی میام دوستانی که شرکت نکردن حتما بعد از این وبینار من لینک براتون میفرستم و در واقع توی جلسه اول کلاس های آکادمی شرکت بکنید، چون من مطالب کلاس جلسه اول رو که یه توی مطالب جداگونه ای هستش الان سعی میکنم نگم بهتون. خب مطالبی رو بهتون میگم که فرای اون حالا مفاهیم باشه، واسه همین ممکنه یه جاهایی ترکیب این دوتا برای دوستانی که شرکت نکردن یه ذره در واقع ممکنه سنگین تر باشه. اگر جایی رو دیدید متوجه نمیشید، من بهتون حتما لینک میدم که توی کلاس جلسه اول شرکت بکن، چون توی کلاس 3 ساعت و خورده‌ای هستش که طول میکشه و یه سری مطلب رو ما از بیس شروع میکنیم، گفتم از تعریف دیجیتال مارکتینگ شروع میکنیم تا در واقع به کانال‌ها و بقیه موارد بتونیم برسیم. باز با این حال اگر جایی سوالی نکته‌ای دارید بپرسید، من همین در حد 1-2 دقیقه بهتون میگم. لینک رو همینجا براتون میذارم آخر کلاس براتون میذارم، یا اگر خواستید بدون میگیرم دوریه دیجیتال مارکتینگ رو همینجا من لینکش رو براتون بذارم. دوستانی که میخواین هم الان توی جلسه اولش که رایگانم هستش ثبت نامتون رو انجام بدید. فکر میکنم 28 باید باشه دوره بعدیمتون، دوره قبل تازه شروع شده 28. حتی اگر با بچه های پشتیبانی آکادمی هم تماس بگیرید، با واتساپ تماس بگیرید، بهتون فیلم ضبط شده شم شاید بتونم براتون بفرستن و از اون فیلم ضبط شده هم میتونین استفاده بکنیم. خب بچه برگردیم سر زنجیره تامین. ببین تو کسب و کار ما یه موضوعی داریم به نام زنجیره تامین. تو زنجیره تامین میگیم حالا برای یک محصوله، یه محصول که میخواد برسه دست مشتری، بچه این محصول فرض کنید چیه؟ فرض کنید که این نسکافه هست. این نسکافه میخواد برسه دست مشتری، حالا رفتیم بخرین نسکافه، بخرین چای، بخرین از سوپرمارکت، از مغازه. داستان این نسکافه میدونی از کجا شروع میشه؟ داستان این نسکافه یه شرکتی ممکنه برای تهیه مواد خام، مثلا میگن این نسکافهش از کجا اومده؟ از جامائیکا اومده. آره خود حالا قبل وارداتش هم دوره داستان داره دیگه. یه شرکتی در واقع مثلا تو جامائیکا وجود داره، داره تولیدش میکنه. حالا از شرکت‌های ایرانی یکی میره در واقع مواد خام این رو شروع میکنه به سفارش دادن، میگه آقا جامائیکا رو داریم، برزیل رو داریم، مثلا اروگوئه رو داریم، کشورهای مختلفی هستن که این مواد خام و مواد اولیه‌اش رو تولید میکنن، سفارش میذاره و اون در واقع خرید انجام میده. میاد تامین کننده در واقع میگیره میفروشه به کی؟ کارخونه. چه کارخونه هایی داریم؟ نسکافه یک کارخونه است، جاکوب زیر کارخونه دیگه است،
خب دیگه کیا رو داریم؟ علی کافه یه دونه کارخونه دیگه است. لاواتسا یه کارخونه مثلا حالا ایتالیاییه. ایلی یه کارخونه دیگه است. یعنی میفروشه به کارخونه. کارخونه یه سری کارها و فرایندهای روی این پیاده سازی میکنه، روی اون نسکافه و اون دونه های در واقع خامی که وجود داره. بعد چه کار میکنه؟ وقتی محصول نهایش آماده شد ریخت روی این شیشه ها، اینا رو چه کار میکنه؟ میده دست توزیع کننده، شرکت پخش. اوکی؟ میده دست شرکت پخش. این چیه مازیار؟ کد رمز فرستادیم. بعد وقتی رسید شرکت پخش، شرکت پخش میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا من بخشی از محصولات رو میدم به سوپرمارکت ها، بخشش رو میدم هایپر استار و هایپر میو، فروشگاه زنجیری و فلان اینا، یه سریش هم مثلا میذارم آنلاین. میرسه دست کی؟ خرده فروش، ریتیلر بهش میگن. و مشتری چیکار میکنه؟ مشتری از خرده فروش حالا یا میره تو سایت سفارش میده، یا میره هایپر می میخره، یا نه میره سر کوچه‌اش از سوپرمارکت خرید میکنه. گرفتین چی شو؟ این نسکافه مصرف کنندش کیه؟ این آقای مشتری مصرف کنندش. حالا چیزم داره دیگه، میگه ممکنه یه فردی بخره کس دیگه استفاده کنه، کلاینت و کاستومر ممکنه فرق کنه که کاری با اونا نداریم. خب این آقا در واقع مصرف کننده. حالا به نظر شما این نسکافه تامین کننده که رفته حالا دونه خام قهوه رو آورده، آیا محصولشو باید بفروشه به این کارخونه یا نباید بفروشه؟ این کارخونه محصولشو باید بفروشه به این توزیع کننده یا نباید بفروشه؟ اونایی که اینجا دارن خرید و فروش انجام میدن، خب اونا میشن چی؟ میشن بیزنس های بی تو بی. اما کسی که با این داره کار میکنه، خرده فروش، بیزنسش میشه چی؟ میشه بی تو سی. الان متوجه شدیم بچه جا افتاد براتون؟ بسیار عالی. حالا این به خاطر این بود، به خاطر این جداش کردم که مصرف کننده جدای از در واقع این زنجیره تامین مقرر، اون ته زنجیره تامین مقرر گرفته. ولی مثلا برای طراحی سایت، من کار طراحی سایت انجام میدم، کی لازم داره طراحی سایت انجام بده؟ مشتری من، عمده فروش بی تو بی. آفرین، عمده فروش ها بی تو بی هم. کی لازم داره طراحی سایت انجام بده؟ ممکنه شرکت خانم قاسمی که یه شرکت مثلا چیز هستش، شرکت دارویی هستش، نیاز به تامینه، نیاز به طراحی سایت داشته باشه، من میرم براش انجام میدم. خب به اون میگم 100 میلیون 200 میلیون با توجه به نیازهایی که دارن. ممکنه یه فردی هم که میگه آقا من میخوام برم ترکیه لباس بیارم بفروشم تو سایت بذارم، اون فردی که اصلا نه شرکت داره نه هیچ چیزی نداره، اونم طراحی سایت بخواد، ممکنه یا نه بچه ها؟ احتمال داره من به یه فردی در واقع طراحی سایت بذارم که اصلا نه شرکتی ثبت کرده نه کاری انجام داده، اونم میخواد. پس ببین لزوما این که مشتری من جنسش میشه بیزینس، اسم بیزینس رو نمیکنه بی تو بی. یه تفاوت این مدلی توش وجود داره. بریم ادامه بدیم برای بحث دیجیتال مارکتینگ. اون چطور فکر می‌کنم خیلی مشتاقین برای دیجیتال مارکتینگ مثلا. بچا من سه تا اینجوری میگم دیگه، چون نمیخوام وارد بحث‌های STP بشم، اینا مثلا تو سگمنتیشن تاثیر داره. من میگم مشتریام مثلا ممکنه من نوعی اصلا نرم سراغش بیزینس های بزرگ، میگم اونو فاکتور رسمی میخوام، دردسر داره، مالیاتش بد و اینا. من میام مثلا توی سگمنت کردن بازارم، وقتی من میخوام بیام با بازار شروع کنم کار کردن، باید بررسی بکنم بازار من شامل چه افرادی، چه افرادی ممکنه از این خدمات و سرویسی که من دارم استفاده کنن. همین الان تو آکادمی دیجیتال مارکتینگ خود ما، تو آکادمی دیجیتال مارکتینگ من یه سری مشتری دارم مثل آرش که همینجا هستش. آرش برای چی میتونه دیجیتال یاد بگیره؟ میگه من میخوام یاد بگیرم برای اینکه دانشم بره بالا و یه جایی برم در واقع رزومه بدم و استخدام بشم، یا مثلا دو سال دیگه بیزنس خودم رو راه اندازی کنم. یه نفر دیگه ممکنه بیاد از شرکت داروسازی ایکس، از شرکت کاله، از مثلا اسنپی که هر ماه هر یه ماه در میون مثلا 5 نفر 6 نفر میفرسته به کلاسای آکادمی، از یک تانتی که آدماش در واقع میان توی آکادمی آموزش میدن، اونا رو ممکنه با شرکت ها قرارداد ببندم. چون دارم با شرکت قرارداد میبندم، ممکنه اسم بیزینس من نشه بیزینس بی تو بی. گرفتین؟ یه مرزهایی رو بچه‌ها برای خودتون یادتون باشه که
وجود داره. این مرزا رو سعی کنید که برای خودتون شناسایی بکنید که اشتباه نکنید با هم دیگه. خب حالا توی بحث‌های بیزینس ها، چه بی تو بی باشید چه بی تو سی، فرقی نمی‌کنه. اگر بی تو بی باشید احتمال اینکه مشتری بیاد از شما خرید بکنه خیلی خیلی کمتره. معمولا بیزینس‌های بی تو سی این کار رو انجام میدن، معمولا توی بی تو سی اتفاق میفته. حالا من یه دونه تحلیل آوردم، گفتم ستون چهارم ما تحلیل دیگه. من باید بفهمم مخاطبی که اومده رو سایتم آیا از طراحی سایت من راضی بوده یا نبوده. اگر من یه مغازه داشته باشم بچه‌ها، تو مغازه طرف چهار نفر که میان بهم میگه این طراحی دکوری که زدی خیلی بیریخته ها، خیلی به درد نخوره، آدمه منو میبینه و بهم حرف باهم حرف میزنه، مخصوصا اگه یه ذره مثلا مشتری قدیمی باشه چهار تا پیشنهاد بهم میده، میگه این مثلا نوری که اینجا گذاشتی واسه کبابیای در 40 مثلا، خب به من فیدبک میده، میفهمم چه جوریه. ولی کسی که میاد روی سایت شما و مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه رو سایت شما میمونه، شما این آدمه رو نمیدونی که اصلا تعاملش با سایت شما چطور بود، اصلا خوشش اومد خوشش نیومد، دلش خوش داد به شما، بابا اینا هم با این سلیقه‌شون مثلا با این علاف کردن ما، خب چجوری داره با شما تعامل میکنه، حرف نمیزنه مشتری. و شما ممکن بعضی هم دیدم دیگه میگن آقا نظرتون رو در مورد سایت ما بنویسید برای اون نظر شما ارزشمنده. مشتری مگه بیکاره بیاد تو سایت شما بشینه مثلا 20 خط بنویسه که آخر سر هم بدون جایی ممکنه پیاده سازی نشه. قبل از UI/UX سجاد باید ما بر اساس یک سری فیدبک های یک سری اطلاعات و دیتا هایی من باید رفتار مخاطبم رو بتونم در واقع تشخیص بدم چیه. باید بفهمم که مشتری که اومده به سایت من آیا مشتری راضی بوده، لبخند زده، اوکی بوده، خرید کرده، یا نه مشتری اومده اعصابش هم خرد شده، اون چیزی که می‌خواستم پیدا نکرده و از سایت من خارج شده. متوجه موضوع هستین چی می‌خوام بگم؟ یا اصلا رفتم تو کانال‌های مختلف، من رفتم مثلا الان جلو ببینید بچه‌ها، من رفتم از ورودی دایرکت، ورودی گوگل اد یا هم پیج سرچ، ورودی تبلیغات نیتیو، ریفرال، تلگرام، ارگانیک سرچ یا همون نتیجه SEO و ورودی سوشال، رفتم ترافیک جمع کردم، رفتم آدم آوردم از این سایت ها. حالا از این سایت ها که رفتم آدم آوردم، همه سایت ها عمل کردشون توی خرید مثل هم نیست. یه جایی نگاه میکنی همه کانال ها یک جور عمل نمی کنن. مثلا الان ببینین ورودی ریفرال، ریفرال یعنی من رفتم یه جایی لینک گذاشتم، آدم از اون لینکه داره میاد وارد میشه. گوگل آنالیتیک فیلتر که بوده الان فیلترش یه ذره سخت‌تر هم شده. بله مثلا این سایتی که من دارم تحلیلش میکنم، این سایتی که من دارم تحلیل میکنم خدماتش خدمات همین IP ثابته و IP ثابت دو مرحله‌ای که برای رد شدن از فیلترها و در واقع تحریم‌های گوگل باید ازش استفاده بکنید. خب یعنی اگه می‌خواید کاری که داره انجام میده این سایت، مثلا از 2 روز پیش که من آنالیتیکسش رو سرچ کردم 69 تا فروش انجام شده، این فروشه برای بحث آنالیتیکس داره اتفاق میفته. ریفرال ریپورتاج هم میشه جز ریفرال، خب اما ریفرال معمولا جاییه که شما توی یه سایتی مثل تابناک رفتی چی گذاشتین؟ رفتین برای خودتون یه چیز گذاشتین، لینک گذاشتید، خب لینک با هدف تبلیغ گذاشتین، بنر تقریبا، آره شبیه بنر. حالا باز خود بنر هم بستگی به تعریفتون داره. آره من چشم حتما بهتون معرفی میکنم، یه کد تخفیف هم ما با واسه بچه های آکادمی داریم، کد تخفیف هم بهتون میدم که اگه خواستین ازش استفاده بکنید. بذار من بگم مطالبم رو چرکی زدم واسه جول طرف یادم بنداز ساعت 6 به بعد که موقع پرسش پاسخه، الان دیگه بحث دستمون در نره چون خیلی هم تایم نداریم، اینا رو بهتون بگم چجوریه. خب پس ببین من تو ستون 4 رو بعد بیام تحلیل کنم. آنالیتیک یکی از ابزارهای تحلیلی منه. ممکنه اسم هاتجر رو شنیده باشین. هاتجر در واقع یک مدل دیگه‌ای که تحلیل میکنه سایت شما رو، به شما هیت مپ میده، به شما سشن رکوردینگ میده، به شما فیدبک مخاطب رو میده، میگه مثلا مخاطبی که میاد تو سایتتون یه دونه
نوار چیز برای تو میذاره واسه مخاطب، یا راضی ناراضی چی، فقط به من بگو که مدل رضایتی بر اساس آیکون به من بگو چقدر با سایت ما ارتباط برقرار کردی. اگه من ببینم عمده آدمو دارن اخمورو میزنن و نردونه که با سایت من خوب ارتباط برقرار نکردن، من باید برم یه فکری به حال خودم بکنم، باید بدونم یه جایی کارم داره میلنگه، حواسم باشه به این قضیه. پس عملا ابزارهای آنالیتیک به من میتونه چکار بکنه؟ ابزارهای آنالیتیک به من فیدبک میده که من از این فیدبک ها بتونم درس بگیرم وضعیت سایتم به چه صورتیه، آیا رضایت داشتن آدم ها یا رضایت نداشتن. چرا این مهمه برامون؟ چون در فضایی مثل وبسایت من با مخاطب ارتباط مستقیم ندارم، مخاطب با من خیلی ارتباط نداره و جنس و مدلش یه جوریه که مخاطب نمیتونه تشخیص بده آیا شما کلاهبرداری یا نه واقعا داری یه بیزنس خوبی رو اجرا میکنی. چون نگاه کن دوستان، شما وقتی میرید یه وارد یه مغازه میشین، از ابعاد و اشل اون مغازه خیلی چیزا دستتون میاد، متوجه میشه آقا این مغازه مثلا چنان 10 میلیارد پول مغازه است فقط. خب طرفی که اینجاست مثلا نمیاد به خاطر 5000 تومان کلاهبرداری بکنه، ولی شما توی وبسایت عمده آدم، حالا میگم باز خودتونم نباید به عنوان معیار در نظر بگیرید، آدم هایی که از خدمات و سرویس شما استفاده میکنن، این آدم ها نمیتونن تشخیص بدن که آقا وبسایت شما یه وبسایت 500 هزار تومانیه یا 50 میلیون تومان هزینه کردی بابتش. طرف که نمیتونه بفهمه اینو. میگیرین منظورم چیه بچه‌ها؟ طرف نگاه میکنه یه سایتیه، اتفاقا خیلی وقتا که شما برید تو روزنامه اصلا آگهی‌ها نگاه کنید، زده طرف مثلا طراحی سایت با 500 هزار تومان. خب من میدونم 500 هزار تومان طراحی سایت یعنی که طرف 10 دقیقه یه ساعت هم وقت نذاشته واسه اون سایت و اصلا چیزی، ولی رفته یه قالب آماده استفاده کرده، هیچ چیزی هم کاستماایز نکرد و داره میده به مردم میگه آقا این طراحی سایته. خب آدما نمیتونن خیلی درک بکنن این قضیه رو که سایت شما در واقع چقدر معتبره. حداقل وقتی میاد وارد مغازه میشه میبینه شما چون 10 نفر مثلا مسئول فروش دارید و همه این چیزا، میبینه بیزنس شما رو میبینه، وقتی میاد وارد شرکت شما میشه میبینه نمیدونم 50 نفر اونجا کارمند وجود داره و دارن کار میکنن، میبینه اینو، ولی همون چیزی که میاد توی سایت این براش سخت‌تر میشه و درک کردنش خیلی دشوارتر میشه. پس باید بر اساس عملکرد مخاطب ما بفهمیم ارتباط مخاطب با ما به چه صورتی هستش و چه جوری داره با ما تعامل برقرار میکنه. خب حالا با این روی کردی که الان اینجا مشاهده کردیم بچه‌ها، با این موضوعی که الان داریم میبینیم، ما به یک سری کانال برخورد میکنیم، اسم کانال، به اینا میگیم ورودی کانال. این ورودی کانال بچه‌ها اگه بخوایم مپشون بکنیم روی قیف فروشمون، کجای قیف فروش قرار میگیرن؟ این کانالایی که داریم میبینیم، ریفرال و تلگرام و دایرکت و پیج سرچ و همه این چیزا، کجا قرار میگن؟ این بالای بالا، یعنی من مخاطبامو از کانالهای مختلف دارم میارم وارد سایت میکنم. دقیقا سوختم رو دارم کجا میزنم؟ میگم 10% با گوگل ادز، 5% با دایرکت، 40% با ارگانیکه، اینقدرش از سوشال داره میاد. پس تقسیم بندی میکنم که ورودیام کجاست و به من میگه دقیقا نکن 12% از ورودی من داره ریفرال میاد، 8% داره تلگرام میاد، 31% دایرکت داره میاد، 28% داره پید سرچ میاد. خب و همسان که حالا الان یک دانتش فعاله، تو همسان مثلا ما 179 تا، یعنی 18% داره از طریق همسان میاد، بله ضبط داره میشه. حالا این ورودی یه طرفه، این ورودی بچه یه طرف قضیه است. آیا اثر بخشی همه این کانال ها با همدیگه یکسانه؟ مسلما میدونیم نه. سوختی که من مثلا یه سوخت دارم میزنم یورو تریه، یه سوخت دیگه دارم میزنم که یورو تو هم مثلا نگرفته، کجا میفهمم اثر بخشی چجوریه، اثر بخشی وضعیت چجوریه؟ اینجایی که میام کانورژن ریت در واقع بررسی میکنم، میگم از مخاطبایی که ریفرال اومدن اینها 13%شون تبدیل شدن. عدد فوق‌العاده بالاییه، 13% عدد خیلی بالاییه بچه ها. این یه گیری داره اینجا، عدد خیلی منطقی نیستش که تو باید حواستون باشه، شما اگه یه جایی خیلی
فیدبک خوبه، یه جای کار احتمالا هم میلنگه. ریفرال یعنی که شما از سایت های دیگه، مثلا من رفتم مثال میگم تو سایت ایونت رفتم یه لینک گذاشتم، گفتم آقا برای ثبت نام در دوره های آکادمی میتونید اینجا اقدام بکنید. خب مخاطب تو سایت ایونت کلیک کرده رو لینک من و وارد چی شده؟ وارد سایت آکادمی میشه. آفر ایمارس، مثلا میگم من رفتم ایمارس لینک گذاشتم، مخاطب اون لینکه یا لینک یا بنره، حالا میگم یا بنر دارم بهتون میگم، چون بعضی وقتا بنر به عنوان دیسپلی دیده میشه اینجا توی دستبندیاتون، بعضی وقتا بنر به عنوان ریفرال دیده میشه. عدد 13 عدد زیادی، ولی تو تلگرام، تو تلگرام من اومدم 80 یوزر رو که 100 بار این 80 نفر وارد سایت شدن متفاوته برای بنر. یعنی چی؟ اسم مدل لیبل زدن شماست دیگه، مدل لیبل زدن های شماست که میخوای مثل یه مسئول پست میمونید شما. بچه ها توی گوگل آنالیتیک فرض کنید یه مسئول پست داریم، نامه هایی که داره وارد میشه رو میگه آقا یه لیبل بزن من بدونم این نامه رو کدوم اتاق باید بذارمش. من میگم آقا بر اساس شهرهای مقصد میخوایم چیزش بکنیم، بر اساس شهرهای مقصد من میخوام اینو دستبندی بکنم. میگم پس ریفرال مثلا میشه چی؟ استان فارس. تلگرام میشه استان خراسان. این میشه استان گیلان. این میشه استان. میگم هر کدوم اینا که اومد بذار توی یه دونه باکس مخصوص خودش. دارم طبقه بندی میکنم، دسته بندی میکنم اینا رو. خب حالا ممکنه من که میرم از اون شرکت پست بیرون، یه مسئول دیگه میاد میگه آقا نه بر اساس استان تقسیم بندی نکن، بیا بر اساس اینکه آقا این مثلا شمال شرقه، این شماله، این جنوبه، این مرکزه، بیا اینطوری تقسیم بندی کن. میگم اوکی باش. یکی دیگه میاد میگه نه بر اساس چه میدونم کد پستیاشون، اونایی که کد پستیشون با 16 شروع میشه رو یه جا بذار 18 رو یه جا بذار 20 رو یه جا بذار. معیارهای دستبندی و طبقه بندی فرق میکنه. یه پیش فرضی رو گوگل برای تقسیم بندی کانالا خودش در نظر گرفته، ولی بعد از اون میگه آقا اگر میخواین بیا دستبندی کن. من دقیقا به خاطر همین اسم تلگرام اینجا فارسی گذاشتم. میبینید مسلما شما تو توی آنالیتیک پیش فرض چیزی به نام تلگرام نداری، چیزی به نام همسان نداری که به فارسی نوشته شده باشه. من اومدم برای خودم کاستومایزش کردم که بعداً بدونم آدمایی که دارن از تلگرام میان و اینا رو جدا بکنم، بکشمشون یه گوشه‌ای و با اینا بتونم کار بکنم. خب پس تلگرامیا 80 تا سلامش 80 تا یوزرن که این 80 تا یوزر 70 100 بار از سایت من بازدید کردن. پس یوزر و سشن، یوزر میشه کاربر، سشن میشه میزان بازدید یا تعداد جلساتی که به سایت ما سر زده. اینا حالا بانس ریت دارن که ولش کن بانس ریت چیست و بماند. اونایی که از تلگرام اومدن 6 صفحه از سایت منو دیدن، بچه‌ها 6 صفحه از سایت منو دیدن، 5 دقیقه رو سایت من موندن، به طور میانگین نزدیک 6 دقیقه 553 ثانیه 6 دقیقه رو سایت موندن و 11% هم چیکار کردن؟ خرید کردن. چقدر خرید کردن؟ این علامت دلارش رو نادیده بگیرید، فکر کنید این ریال در نظر بگیرید، 19,175,000 یعنی چقدر بچه ها؟ 19 میلیون ریال یعنی 1.92 تومن چیکار کردم؟ از تلگرام خرید کردم. حالا من هزینه که تو تلگرام کردم برای اینکه آدم ها رو بیارم، مثلا رفتم 4 تا تبلیغ دادم، 10 تا پیج مختلف رو رفتم بهشون پول دادم، مثلا میگم 200 تومن هزینه کردم. از این 200 تومن هزینه نده که بچه اینا ببین تاریخ اینجاست، من تاریخ و پیشفرض 30 روز گذشته گذاشتم، ولی چون دیتا آنالیتیکو دارم از 3 روز پیش دارم میگیرم، این روز که سه شنبه است، این چهار شنبه است، اینم پنج شنبه. میبینید چون از دیروز دارم میگیرم، بخواد از دیروز پی روز دارم در واقع اینو میگیرم، عملا 3 روزه، 3 روزم کامل نشده دیگه. مثلا روز اول نگاه کنید ساعت 5 بعد از ظهر من اینو مثلا دیتاشو سیو کردم، از 5 بعد از ظهر سه شنبه بعد مثلا چهارشنبه اینجاست، الانم که وسط روز این دیگه، عملا بخواد حساب بکنی حالا تا آخر شب مثلا این دیتاش به همین 500 تا مثلا برسه، تا
تو اون 500 تا قاعدتا تعداد خریدمون هم افزایش پیدا میکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که افزایش پیدا بکنه. خب با این فرمت وقتی نگاش میکنیم، الان دست من میاد که بچه اگر من بخوام رو تبلیغات کار بکنم، بهترین کانالی که برای من جواب داده چیه؟ بهترین کانالی که برای من جواب داده کانال ریفراله. اگر جایی تبلیغ کرده باشم که میگم یه ذره باید بررسی دقیق‌تری انجام بدم چون احتمال خیلی زیاد گیر داره. بعد از اون تلگرامه. تلگرام رو من میتونم تبلیغ کنم، پس میگم اوکی این خوبه، میام تبلیغاتمو بیشتر میکنم روش. خب تبلیغات بیشتری انجام 200 تومن هزینه کرده بودم مثلا تو این دو روز گذشته، حالا میکنمش مثلا چقدر 500 تومن. بعد چک میکنم نه اگه 500 تومن کردم آیا این میشه فروشش 5 میلیون تومن. اگه دیدم اوکیه، همینطوری هی هزینه تبلیغاتم رو بیشتر میکنم چون میبینم داره بهم جواب میده. شما بعدتون میاد بچه‌ها تو گوگل ادز ببینید تبلیغ کنید، مثلا همین الان گوگل ادز رو ببینید 560 تومن ورودی که از گوگل ادز اومده با 8 تا دونه خرید، 8 تا خرید داریم اینجا. خب 560 تومن با 8 تا خرید، یعنی هر خریدمون چقدره؟ میانگین هر خریدمون چقدر بوده بچه‌ها؟ هفت یا هفتاد؟ 70 تومن. این حتی شما میانگین خریدتون هم میتونید متوجه بشید چقدره. الان ببینید تلگرام 11 تا خرید کردن، 11 تا خرید شده چقدر؟ شده 1,900,000 تومن. یعنی هر کسی که اومده خرید کرده به طور میانگین خریدش چند تومنیه؟ صد و هشتاد. خریدش 180 تومانیه. یا توی دایرکت که دیگه اوضاعش خیلی خیلی زیادی خوبه. خب اما مثلا توی محصول 70 تومانی نداریم، ولی چی میشه که آدما سبد خریدشون فرق میکنه؟ نه سرویسه. آره چرا بچه‌ها فرق میکنه عدد با هم دیگه؟ خوب چالشی دارین برگزار میکنین ها. میانگین آفرین، یکی اومده سرویس مثلا یه ماه خریده شده 50 تومن، یکی دیگه اومده محصولش خریده مثلا فرضاً میگم 6 ماه خریده شده 200 تومن. خب شده 250 تومن مثلا. اینا با هم دیگه میانگیناش متفاوت میشه. یعنی میاد میگه آقا این 8 تا خرید یکی 50 تومانی بوده، یکی 100 تومانی بوده، یکی 200 تومانی بوده. میانگین همه اینا رو که حساب بکنیم مثلا به عدد 70 میرسیم. خب بعد از این در واقع دیگه چی داریم؟ آها روی دایرکت. اصلا به من میگیم دایرکت یعنی چی؟ ورودی دایرکت به چه ورودی گفته میشه؟ تو آنالیتیک بچه ورودی دایرکت به کسایی گفته میشه که مستقیما اومدن آدرس سایت رو داشتن. از طریق گوگل بیان دایرکت نیست. کی میگه گوگل؟ نه خانم سمیرا. از طریق گوگل بیاد یا ارگانیکه یا ارگانیک میشه یا میشه پید سرچ. پید سرچ من الان از طریق گوگل اومده، ولی چی؟ گوگل ادز. تبلیغات گوگل ادز دارم میکنم و توی این تبلیغات گوگل ادز مخاطب داره میاد. دایرکت یعنی که لینک منو داشته یا اسم منو مثلا تو بیلبورد دیده. بالاخره یه جوری بوده که مستقیم آدرس سایتو زده. یا اینکه بچه ها یه نکته دیگه هم دایرکت داره، کسایی که از تلگرام میان، از واتساپ میان، خب کسایی که از این طریق میان وارد سایت میشن به اون ورودی هم میگه ورودی دایرکت. مثلا شما پیامک میفرستی به یه کسی، فرق نمیکنه. اگر دقیقا همینه، اگر کسی سرچ کنه دیجیتال مارکتینگ، آکادمی دیجیتال مارکتینگ یا هر چیز دیگه تو گوگل سرچ بکنه و وارد سایت من بشه، اون ورودی میشه ورودی چی؟ ارگانیک. خانم سمیرا متوجه شدی چی شو؟ ولی اگر کسی بیاد اون بالای سایت بزنه دی ام ای کورس دیگه اصلا گوگلی رو نبینه، اگه گوگل نبینه اون آدم در واقع به صورت چی داره وارد سایت هم میشه؟
به صورت دایرکت داره وارد سایت هم میشه. حالا یه نکته ای که معمولا ببین سایت ما، این سایتی که حالا این که الان میگم سایت واسه فروش آی پی ثابته، خب سایت آی پی سایتی نیستش که میگم سب کنید اونم دونه دونه بهتون بگم بچه ها، جلو جلو نرین که من یه 5-6 دقیقه دیگه بهتون بگم بعد میذارم سوال کنید، بذارید 5-6 دقیقه 10 دقیقه دیگه نتا بهتون بگم میذارم پرسش و پاسخ داشته باشید. ببین تو دایرکت انتظار ما اینه دایرکت برای سایتی اینقدر زیاد باشه درصدی، حالا عددی کلن 870 تا بازدید دیگه خیلی عدد خاصی نیست، خب ولی 31% دایرکته، بیشترین ورودی دایرکته. سایتی معمولا دایرکت زیاده که من مثلا رفتم نمایشگاه بروشور چاپ کردم دادم به آدم ها، برای سایت ما که اینقدر بازدید نداره و اینقدر این کارهای آفلاینی انجام ندادیم، خب برای این سایت احتمالی که دایرکت ما بالاست چیه؟ آدمه اومده با گوگل اد، اومده با سایت آی پی آشنا شده، بعد دفعه بعد که می‌خواسته بزنه اول اسم مثلا سایت یادش بوده زده آی پی، بعد مثلا سایت رو دیده وارد سایت شده. خب ورودی اولش بوده پیج سرچ، ورودی بعدی که تصمیم گرفته حالا بیاد خرید بکنه با دایرکت اومده. متوجه شدین چی شد؟ یا زمانی که شما میان یه سایتی رو فیوریتش میکنین، من مثلا سایت آکادمی رو چون 6 ماه پیش اومدم دیدم، حالا اینجا اومدم به عنوان فیوریت ها مثلا اضافهش کردم اینجا، مثلا سایت متا تریدر فرض کنیم من اینجا اومدم فیوریتش کردم، من اگه اینو بزنم الان روی این ورودیش میشه چی؟ میشه ورودی دایرکت دوباره. توی کدوم تا این سایت آکادمی نیست الان ها، این یه سایت دیگه است که الان بهتون میگم و اصلا با هم دیگه لینک رو با هم میبینیم. بذار من این لینک چیز رو براتون بفرستم. آره بذار من لینک رو برای بچه ها بفرستم رو آی پی بهتون بگم چجوریه، چون میخوام لینک خودم رو بفرستم و از اون بر هم چیز رو ببینیم. نه میخوام لینک خودم رو براتون بفرستم که هم بتونم توی پنل ببینمش هم این سمت روی دیتا های چند لحظه روی این بزنید چی میشه بچه ها؟ روی این لینک بزنیم ورودیتون میشه ورودیه یا ریفرال میشه یا دایرکت، بستگی داره، چون شما دارید الان از سایت ای سمینار میزنید دیگه. خب بزنید من برم توی لایوش بهتون بگم چیه، تو ریل تایمش همین الان بچه ها 21 نفر وارد سایت هم و نیا کنید 14 نفرشون از کجا اومدن؟ از ریفرال ای سمینار اومدن. میبینین الان شد 15 تا، میبینین اینا دقیقا لینکی که من براتون فرستادم و حالا آیه احسان بود فرستاد، این لینک هایی که در واقع دارید مشاهده میکنین جفتشون در واقع اینجا به عنوان ای سمینار داره میشناسه، میگه ورودی ای سمینار وارد شدن به صورت ریفراله. حالا توش که وارد بشید میتونه فیدبک ها و چیزایی هم که دارید بهتون میگه، چند نفر دارن الان میرن صفحه پندل رو میبینن، چند نفر دارن در واقع صفحه اصلی رو میبینن، چند نفر دارن توی add to cart رو دارن میبینن، این کارت در واقع صفحه اضافه کردن به سبد خریده، تمام فعالیت هایی که اینجا وجود داره رو میتونی مشخص کنی. اینجا میگه این آدم ها از کجا هستن، تورنتو، کی تورنتوه بچه ها؟ یا وی پی اینی روشن کرده که وی پی اینش تورنتوه؟ اشوان بسیار متوجه شدین بچا منظورم چیه؟ یعنی تو آنالیتیک همون لحظه بهتون نشون میده، دیتا ریل تایم بهت نشون میده که مخاطبا رو سایت شما چه کارهایی دارن انجام میدن و حتی اگر کسی بره سرچ بکنه مثلا از ارگانیک بیاد تو ارگانیک میبینه. خب حالا ما مجبوریم دوباره صفحه
آنالیتیکو بیاریم ببینیم اصلا تعداد یوزرامون چی شد، عوض شد. خب تعداد یوزرامون زیاد که نشد، کم هم شد. چرا؟ چون پیشفرض آنالیتیک اینه که تا روز قبل رو بهتون نشون میده و این دیتا ها ممکنه تغییر کنه، کم و زیاد بشه. اما میبینیم الان تعداد یوزرامون یه ذره بالا رفت، درسته؟ 898 شد الان، 870 بود، حالا میتونید تو فیلم ببینید عدد دقیقه شم بود. خب پس این هم میشه راه ستون چهارمی که توی دیجیتال مارکتینگ وجود داره که عملا آنالیز رو برای ما ایجاد میکنه. بچه ها اگر میخواییم توی دیجیتال مارکتینگ، توزیع دیجیتال مارکتینگ وارد بشید، باید اول از همه این دونه دونه المان ها رو بشناسید. این باید بدونید که از چه کانال هایی میتونیم ما چکار بکنیم ورودی بگیریم. آقا پمپ بنزینامون کجاست که من باید بنزین بزنم، اینا رو شناسایی کنیم. بعد از اینکه پمپ بنزینا رو مشخص کردم، باید برم ببینم که کجا بنزین بهتری داره، من رو اون تمرکز بکنم. بعد که این کارو کردم، باید یه ابزار بذارم، یه در واقع پنلی رو باید داشته باشم که ببینم میزان مصرف سوخت من چقدره، هر 100 لیتر یا 50 لیتری که بنزین میزنم چقدر میتونه منو جابجا بکنه. اگر این دیتا رو بتونم داشته باشم و بررسیش بکنم، متوجه میشم که من بیشتر سوختم رو باید، اشکال نداره ضبط شده، حالا اگه نتونستید بگیرید به خود من پیغام بدید، من براتون ویدیو رو یه جوری به دستتون برسونم. نگران ضبط شدن تا الانش حداقل خدا شکر اوکی بوده ضبط شدنه. خب پس من باید ببینم تو هر کدوم از پمپ بنزینایی که رفتم بنزین زدم فیدبکش چقدر بوده، تمرکزم بذارم رو اون پمپ بنزینی که بیشتر میتونه من رو در واقع جلو ببره، بیشتر میتونه من رو حرکت بده. حالا چند تا نکته کوچولو هم جا بهتون بگم و بعد میذارم برای پرسش و پاسخم. بچه‌ها توی دایرکت یه فرق بزرگی که دایرکت معمولا توی کانالای خوبه، اگه دقت هم بکنیم ورودی که از دایرکت داره میاد 6.5% داره تا 6% داره تبدیل میشه و عددی هم که دارن این 6.5% خرج میکنن عدد خوبیه، چون معمولا اعتماد کردن به سایت، معمولا فیدبک های در واقع بهتری هم داریم ازشون دریافت میکنیم. کسی که دایرکت میاد به سایت، چون معمولا دایرکت یا معمولا آدمایی هستن که برای بار دوم بار سوم به سایت ما دارن سر میزنن. حالا نکته دیگه که برامون وجود داره اینه که، نکته مهمی که باید در نظر بگیریم اینه که دایرکت دست من نیست بتونم تعدادش رو ببرم بالا. بچه‌ها من اگه بخوام تبلیغات همسان رو ببرم بالا، خب بگم آقا الان 17%، میخوام کاری بکنم که این بشه مثلا 30% از ورودی من، میتونم این کارو بکنم یا نه؟ دیگه همه چی رو دیدین، تبلیغات همسان هم ببینید، چشم بسته از این وبینار ندید دیگه، میتونم یه کاری بکنم تعدادشون برم بالا، بودجهمو میبرم بالا، کمپینای بیشتری توی یک دانه تو مدیا اد و سنجاق و سبا ویژن و میام اینا میام درست میکنم. خب ورودی همسان من افزایش پیدا میکنه. پیج سرچ اگه بخوام ببرم بالا میتونم کار انجام بدم، میتونم کاری کنم فردا پیج سرچ هم دوباره برابر بشه، میتونم. چجوری؟ بودجهمو توی کمپین گوگل ادز میبرم بالا. اما دایرکت هم میتونم کاری کنم بگم فردا میخوام کاری بکنم دایرکت هم مثلا دو برابر بشه. میشه به نظرتون؟ امکانش نیست. دایرکت نتیجه یک سری فعالیت هایی هستش که ما انجام میدیم و تصمیم مخاطبه که آیا دوباره بیاد تو سایت ما سر بزنه یا نه. آره نتیجهش در واقع دست مشتریه، مشتری باید تصمیم بگیره که من دوست دارم برم برای بار دوم روی سایت یا نه. ریفرال رو میتونم زیاد بکنم، تلگرام میتونم زیاد کنم، ارگانیک رو میتونم زیاد کنم، بچه ها اسمس به کی بدم چقدر مگه سیز دارم. ارگانیک رو بچه ها میشه زیاد کرد، اما اگر من بخوام رو ارگانیک هم کار بکنم چقدر دیگه طول میکشه؟ 6 ماه 8 ماه 10 ماه طول میکشه تا من بخوام نتیجه ارگانیک رو ببینم. یه مزیت خوبی که داره، یه مزیت خوبی که توی گوگل وجود داره این که شما گوگل اد و گوگل ارگانیک سئو اینطوری این دونای زنجیر به هم وصلن. خب خیلی از آدمایی که هوب و بغض دارن بچه‌ها
خیلی آدمایی که یا بلد نیستن، اینجوری بگم بهتون، یا بلد نیستن آدم ها خیلی، مثلا طرف فقط سئو رو بلده، گوگل ادز اصلا بلد نیست، روش نمیشه بگی من بلد نیستم، من نتونستم کمپین موفق توش اجرا بکنم. میگه آقا اگه بری گوگل ادز کار کنی سئو خراب میشه، یا برعکس اونی که تو ادز کار میکنه میگه اگه بری سئو کار کنی ادزت به هم میریزه. اینا بچه همش از حرفای آدمایی که نه اطلاع درست حسابی دارن از این قضیه، نه خیلی خوب دارن این مسئله کار میکنن، خیلی شناخت ندارن از بازار. در صورتی که اگر شما گوگل رو بشناسید، یه ذره با گوگل ارتباط برقرار بکنید، متوجه میشید که چقدر فیدبک و کارهایی که توی چیزا میشه انجام داد، توی گوگل میشه انجام داد، کارهای خیلی خیلی بزرگ، خیلی کارهای در واقع مکمل هم دیگر. شما گوگل تو یه کاری میکنی، ادزت رو تو سئو یه کاری دیگه میکنی، کمک میکنن به هم دیگه، و عملا گوگل تفکرش اینه که به کسب و کارها و بیزنس ها بیاد کمک بکنه، نه اینکه جلوشون رو بخواد بگیره. خب الان داریم میبینیم اینجا، مثلا من توی کمپین ها اگر تاریخ امروز داریم میبینیم، ببینم گزارش ها شد، گزارش کمپین ها بیان توی 30 روز گذشته، تو 30 روز گذشته من 16 تا کمپین فعال داشتم، 2 میلیون نمایش داشتیم، 1200 تا کلیک کردیم، 1 میلیون تومان هم هزینه کردیم. حالا عملا کل 30 روز گذشته رو داره روی این دو تا روز و یک کوچولو هم اینجا در واقع ورودی داشتیم. می‌بینید ورودی‌هایی که در واقع داریم دریافت می‌کنیم، و مثلا یه روز که فعال بوده تو این یه روز 830 تا کلیک از گوگل گرفتیم، 280 تا کلیک مثلا روی روز بعدیش از گوگل گرفتیم. خب من یه دونه چیز قرار بود به شما بدم، کد تخفیفه این سایت رو فکر کنم DMA 15 است اگر اشتباه نکنم. باشه اینو تست بکنید برای سایت آی پی ثابت، اگر خواستین DMA 15 رو بزنین ببینین که 15% از مبلغ براتون باید کسر بشه. اگر نشد با هم بگید چه بکنم بینم، شاید عددش اشتباهه، کدش شاید اشتباهه. اگر سایت ایکامرسی نباشه به فروش منجر بشه، راه تشخیص ورودی مفید چیه؟ تایم آن پیج یا بانس ریت؟ نه هیچ کدوم نیست. ببین بچه ها ما یه سری بیزنس هایی داریم، به این بیزنس ها میگیم روپو. یعنی چی روپو؟ یعنی ریسرچ آنلاین پرچیز آفلاین. شما میخوای مبل بخری، میخوای کلاس آکادمی دیجیتال مارکتینگ ثبت نام بکنی، خب میخوان چه میدونم یه سری کارهای در واقع مخصوصا زمانی که مبلغ خریدتون بالا، میخوای ماشین بخری مثلا، تو این کارا رو که میخواین انجام بدین معمولا نمیری تو سایت خرید بکنی. تو خود سایت آکادمی وقتی کسی میخواد بیاد تو کلاس رو ثبت نام بکنه، تو دوره مدیریت ثبت نام بکنه، خب مبلغش مثلا 6.5 میلیون تومنه. آدما معمولا دوست ندارن این عدد رو آنلاین پرداخت بکنن، میان چیکار میکنن؟ تحقیقاتشون رو آنلاین انجام میدن، اما وقتی که تحقیقاتو انجام داد میره چیکار میکنه؟ خریدشو میره زنگ میزنه به تیم مشاوره، و مثلا اگه دید به نفعشه میتونه ازش استفاده کنه، میاد خرید انجام میده. به این مدل بیزنس گفتیم میگیم چی؟ بیزنس روپو. تو بیزنس روپو بچه‌ها شما باید یک در واقع معیاری رو، یک متغیری رو وصل بکنید خودتون از سایت به در واقع اون خرید آفلاینی که اتفاق میفته. مثلا چی؟ مثلا اینکه همین کاری که الان من برای شما کردم، مثلا بیاید طرفی که داره سایت شما رو بازدید می‌کنه و می‌خواد مبلمان بخره از شما، بیاید چی بگید؟ بگید آقا اگر رفتید به مغازه ما مراجعه کردید، یادت باشه مثلا کوپن تخفیف چه می‌دونم آفر 200 رو اعلام بکنید به فروشنده، که فروشنده 200000 تومان از خب خدا رو شکر درسته که اعلام بشه، مرسی ازت، که فروشنده چیکار بکنه؟ 200000 تومان به شما تخفیف بده، 2 میلیون تومان به شما تخفیف بده. باید وصلش بکنید بچه‌ها، این فضای آفلاین رو به فضای آنلاین باید وصلش بکنید با یه کدی، با یک در واقع میشه گفت تگی، با یه چیزی باید این مخاطبه رو شما بتونید شناسایی بکنید. مثلا به یه اسم رمز باید بذارید دیگه، مخاطبی که از سایتتون میاد باید ببینید که آیا این مخاطب مثلا اسم رمز رو بهتون میگه که تخفیف بگیره یا نه، چون تخفیف هم جزو مواردی که آدما به این راحتی
ازش دست نمیکشن. اگه بهش بگی که توی این تخفیف من مثلا چنان 200,000 تومن رو مبلمانت ازت کم میکنم، طرف حتما این رو یادش میمونه که استفاده بکنه. آها، حالا شما برای اینکه مخاطبه تو سایت شما یک کاری رو انجام بده، خب ببین اینطوری باید مثلا انجامش، اینطوری باید بذاری دیگه. مثلا اینجا من نوشتم خرید سرویس، باید روش کلیک کنی بگی آقا درخواست کد تخفیف. ایونت بلدی ست کنی؟ اشکان ایونت بلدی؟ تگ منیجر کار کردی؟ خب اگه تگ منیجر کار کرده باشی یه کد میذاری، یه دونه در واقع کلید میذاری توی سایت، میگه درخواست کد تخفیف. درخواست کد تخفیف که زد، اون کد براش نمایش داده میشه. یا وقتی که زدش، بهتر از این اینه که وقتی اون در واقع درخواست رو زد ازش شماره موبایل بگیری براش اس ام اس بکنی. بعدن شما توی گلات میای تعریف میکنی دیگه، اینجا ترانزکشن نداری، اینجا میای چیکار میکنی؟ اینجا میای مثلا یک گل دیگه ست میکنی، گل خرید موفقت میای ست میکنی، گلی ست میکنی به نام درخواست کد تخفیف. بعد میفهمی آقا درخواست کد تخفیف توی دایرکت مثلا چقده، اونایی که پید اومدن چقده، ریفرال چقده. گرفتین چه شو؟ آره، تو بیزنس روبو باید این مدلی معیاری رو براش در نظر بگیر. بچه ها من مطالبی که میخواستم بهتون بگم با تاجرین که 12 دقیقه بیشتر وقت نداریم تموم شد. میخوام این انتهاش رو شما سوال پرسش پاسخ کنید که من به سوالای شما جواب بدم. مرسی از این همه سوال. معلوم شد یا متوجه نشدین هیچ، یا نداریم واقعا سوال بچه ها؟ اگه کسی میخواد میکروفون بگیره دستشو بیاره بالا. آدرس وبسایت یه بار فکر کنم فرستادم ها بچه، آدرس وبسایت آکادمی dmacourse.com هستش. من لینک چیزم براتون میذارم الان مجدد. ببین همسان رو باید جز سبدت بذاری، خب جز سبدای ورودیت بذاری، به خاطر اینکه ورودی همسان عملا به شما کمک میکنه که اورنس داشته باشی. اما نکته ای که وجود داره، حالا نمیدونم دقت کردی یا نه، ببین من توی کمپین ها الان کمپین هایی که ریتارگتینگ دارم نگاه میکنم و عمل میکنم رو، کمپین های ریتارگتینگ هم قیمت کلیکش چقدره؟ 1,000 تومنه. میبینی بچه ها بنری همسان ریتارگتینگ، ریتارگتینگ های من 1,000 تومن هزینش، یعنی یه دونه کمپین که داره ریتارگتینگ میره با این مبلغ داره فتش. اما کمپین جدیدی که دارم چی؟ کمپین جدیدی که دارم 55 تا تک تومنه. 55 تا تک تومن رو عملا من میگم آقا 20 تا کلیک اونجا بگیرم معادل یه دونه کلیک بنریم داره میشه. میصرفه برام با این عدد؟ آره چرا نصرفه؟ نیا کنیم بچه ها ببین، یه حساب سرانگشتی 2 تا 4 تا خیلی خیلی ساده است. یه دونه خرید اضافه شد، 69 بودیم شد 70. می‌بینید بچه‌ها این عددی که میگم رو الان تقسیم بکنید، 9,100,000 تومان درآمد به دست اومده. 9,100,000 تومان درآمد به دست اومده از اصلا به این بزنید 1314 تا سشن تقسیم بکنید به هم. نه چرا قطع شد باشه؟ خانم سارا زحمت بکشید تو همون لینکی که براتون اینجا فرستادم، تو این لینکی که الان براتون فرستادم بچه ها زحمت بکشید ثبت نام جلسه اول رایگان انجام بدید. و اگرم خواستید من حالا شماره همون براتون میذارم اینجا، توی واتساپ به من پیغام بدید. دوستانی که میخوام برام شماره شونو بدم، من میگم بچه های مشاورم با هاتون تماس بگیرم. چقدر شده؟ 7,000 تومن. 7,000 تومن به ازای هر یه سشن. بچه ها من طبق دیتا آمار دیگه، اعداد و ارقام که دروغ نمیگن که، خب طبق آماری که الان اینجا وجود داره هر یه دونه کلیکی که داره میشه برای من اون کلیک نزدیک 7,000 تومن درآمد ایجاد میکنه.
خب من اگه بیام 1000 تومن هزینه بکنم براش، به نظرتون اشکان خوبه یا نه؟ من بیام 1000 تومن هزینه کنم، ولی به جایی که بگم 900 تا، فردای 900 تا رو کنم 9000 تا، 10 برابر کنم، ایرادی داره؟ 10 برابرش بکنم، 100 برابرش بکنم، خب نمیخوام یه شبه بگم 100 برابر بشه ها، ولی من اگه اینو فردا بکنمش 10 برابر، یه ماه روی این 10 برابر بریم، 2 هفته روی این 10 برابر بریم، ببینم اونجا هم داره همین 70 تومن رو داره و 7 تومن رو برای من ایجاد میکنه هر یه دونه ویزیتم یا نه، هر یه دونه سشنم یا نه. اگه دیدم اوکیه، بعد دوباره بازم 10 برابرش میکنم. گیری داره، ایرادی داره؟ کانال رو هم میدونم چجوری دیگه. و ببین اشکان سوالی که پرسیدی، من هر چقدر همسانم بیشتر باشه بچه‌ها، شانس دایرکت من میتونه افزایش پیدا بکنه. دایرکت من همینجوری نمیاد بالا که آدما بعد یه جایی منو ببینن که برای بار دوم وقتی میخوام بیام میگن این سایت چی بود؟ اولش آی پی نوشته بود. چی بود اینا؟ میاد در واقع بر اساس یه بار دیده، حالا هفته دیگه که نیاز داره، مثلا ممکن الان نیاز نداشته باشه به سرویس ما، هفته دیگه میاد استفاده میکنه، 2 هفته دیگه میاد استفاده میکنه. خب یه بار من این اورنس رو ایجاد کردم. ببینید بچا تو همه مدل ها، الان این مدل مارکتینگی دیگه، میگه اورنس رو تو ایجاد میکنی توی زمانی، بعدش در واقع ممکنه یک تایم بعدتر به اقدام برسه. تا این اورنس به وجود نیاد نمیتونیم انتظار داشته باشیم اقدامی هم پیش ببری. که من باید به جاهای مختلف، مثلا این مثلا بزرگه بالای قیف ما، خب از کانال های مختلف جایی که میتونم باید چیکار بکنم؟ باید شروع بکنم به ایجاد اورنس. آره میلاد میپرسه که عنوان این وبینار ویژگی های دیجیتال مارکتر بود، کمتر بهش پرداخت. یه دلیلش اینه که ببین من سعی کردم با اون 4 تا ستون، 4 تا راهکاری که در واقع وجود داره بیام بحث ویژگی ها رو ببینم. یه دیجیتال مارکتر، میلاد درست میگه ها، دلیل اصلیش بخاطر این بود که اگر من میخواستم بیشتر روی اون تمرکز بکنم، ممکن برای خیلی از بچه‌ها غیر کاربردی باشه وبینار، و مثلا بیام بگم آقا شما آرایتون مثلا باشه، خیلی از دوستان نمیدونستن، و ما چون خیلی در واقع معیاری هم برای بحث چیز نداریم، معیاری هم برای بحث شرکت کننده نداریم، آزمونی نمیگیریم ازشون، این مشکله به وجود میاد. حالا سعی می‌کنیم ان شاءالله توی وبینارهای بعدی، توی حالا هفته‌های بعد حتما وبیناری بذاریم که آدم‌ها یه ذره حداقل شناخته شده تر بشن با این مسئله، و اونجا بتونن از این موضوع استفاده بهتر بکنن. مثال پمپ بنزین رو آره میگم بهتون. اوکی، راجع به فالوورها و لایک های فیک اصلا سراغش نرید بچه ها، اصلا در به داغون میکنه کارتون رو. همسان سوال اشکانی که گفتم بهتون، خانم سارا که گفتم براتون، آیا برای هزینه تبلیغات با بخش پربازدید هزینه بیشتر کنیم یا کانالی که کم تفروش داشته؟ بچه سوال مهیا رو کی میتونه جواب بده؟ شما یک کانالی که فیدبکش خوب هستش رو توسعه میدین، یا یک کانالی که فیدبکش بده؟ قاعدتا اونجایی که فیدبک خوب هستش، با در واقع چیکار میکنیم؟ میایم توسعهش میدیم تا رشد بکنه. مثل یه درخت، یه گله. خب یه گلی که من میدونم داره خوب جوونه میزنه، داره در واقع تکثیر میشه، من به این بیشتر باید در واقع برسم تا یه گلی که میدونم یک سال دارم روش کار میکنم هیچ فیدبکی واسه من نداره، هیچ میوه‌ای هم نمیده، مثلا درخت گلم هیچ شکوفه‌ای هم نزده. اونی که میبینم فیدبکش خوبه را اگر بهش بپردازید، میتونه قشنگ چند 10 برابری برای شما توسعه پیدا بکنه. ماتریس بی سی جی برای چه کاری میلاد؟ ماتریس بی سی جی یکی از ماتریس های در واقع استراتژی توسعه کسب و کاره. باستن کانسلتینگ گروپ؟ نه، این کاناله. ببین بی سی جی میاد در واقع بیزینس های مختلف یا حتی قسمت های مختلف یه بیزینس رو میاد برای شما شروع میکنه کار کردن، و یه ایراد بزرگی که وجود داره اینه که شما از گاو شیرده توی بی سی جی میگیری میدی به کی؟
میدونی بیزینسی که استاره، بیزینسی که یه استارتاپه و میدونی یه استار میشه، ستاره میشه برای شما. خب اونو میخواد چیکار بکنی؟ الان بهت پول نمیده، الان بهت درآمدی نمیده، ولی میگه من از گاوی شیطان میگیرم، فعلا تو اون خرج میکنم، نیرو استخدام میکنم. خب باید ستاره باشه. و ستاره کانال نیست. ببین اصلا تفکر یه ذره مشکل داره. کانال ما این چیزی که داریم صحبت می‌کنیم، میگیم مثلا کانال ارگانیک من خوبه، کانال ادزم خوبه، کانال مثلا سوشال هم بده فرضاً، خب یا برعکس اینا، اینا کانالن برای یه بیزینسه. ولی اون چیزی که شما داریم میگیم یک بیزینس متفاوته. گرفتی چی شد؟ مثلا اینکه مثلا میمونه من میگم تو آکادمی من بیام مثلا بخش پروژه ها رو بهش بپردازم یا نه. میگم خب اگه پروژه ها رو بخوام بهش شروع بکنم، پروژه مثلا استار میشه برای ما، ستاره است. خب چون الان ورودی که نداره، الان که من به عنوان آژانس خیلی شناخته شده نیستم، من به عنوان آکادمی خیلی شناخته شده هستم، ممکن از درآمدی که توی آکادمی وجود داره بگیرم خرج بکنم کجا؟ برای پروژه. یک سال دیگه، دو سال دیگه اون پروژه انقدر بزرگ میشه، انقدر در واقع خودش به درآمدزایی میفته که میتونه دوباره در واقع به عنوان یه گاو شیرده جدید برای من عمل بکنه. گرفتین چی شد؟ حالا برای آکادمی من میگم بچا به نظرتون همسان برم؟ آره باید برم. تا جایی که میبینم فیدبکش برام خوبه باید برم. خب چون یه دونه اتریبیوشن هم داریم که من حالا توی از تو آنالیتیک در واقع تو آنالیتیک پیشرفته و در واقع انتهای آنالیتیکی که تو دوره داریم باید مشخصش بکنیم این قضیه رو. مثال مسیر، نه مسیر بچه ها چیز رو به ما میگه. مسیر در واقع تو بیزینس خودمون، تو بیزینسی که حالا ما داریم آنالیزش میکنیم، میشه میشن، ویژن، ولیو. میشن چیه؟ ماموریتمونه. ویژن چیه؟ چشم‌اندازمونه. ولیو چارچوبامونه. خب مسیر و مقصد رو ما میگیم مقصد شبیه ویژن میمونه، مسیر ما و اینکه از کدوم مسیر داریم میریم ولیوهای ما به امون نشون میده. خب یه ذره مقدمه لازم داره، نمیرسیم الان اونو براتون بازش بکنم مسیر رو. آقای مازیا در مورد تبلیغات آفلاین، تبلیغات شهری و پیامکی، جایی که میبینید کمک کننده است و میتونه نرخ در واقع کانورژن و تبدیل، نرخ تبدیل شما رو افزایش بده، حتما انجام بدید. و اصلا بچه ها یه موضوعی بگم بهتون، استراتژی فرق نمیکنه آفلاین میخواد پیاده شه یا آنلاین. خب آقای محمد حسین چی بوده سوالشون؟ آها سوال مرضیه رو چیز کردیم. این مرضیه پرسیده که به نظرتون برای تبلیغات فروشگاه اینترنتی اولویتمون رو گوگل ادز بذاریم یا سرویس های مثل یک پنل؟ بچه ها نیا کنم، من یه دلیلی که اصلا این بیزینس رو براتون بازش کردم اینه که دقیقا ببینید این بیزینسی که سه روزه الان کلا، حالا آنالیتیکش اینا رو چی داریم، خودش هم کلا یه هفته است که پروداکتش راه اندازی شده. خب من نیومدم بگم فقط یه دونه کانال رو میرین. الان داریم رو تلگرامش کار میکنیم، بودجه‌ای که داریم روی در واقع چیز گذاشتیم، یک دانت گذاشتیم، داریم کار میکنیم، کمتره. این همسانه همون یک دانت دیگه، عدد کمتریه. چون من الان عددم همش رو عددهای مینیموم مثلا 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن دارم ورودی میگیرم، عدد کمیه. پید سرچ رو بیشتر بهش میبرم. من خودم به خاطر اینکه گوگل ادز رو وقتی راه اندازی میکنم بهینه سازی قیمتی هم روش انجام میدم، به خاطر این موضوع گوگل ادز رو خیلی خیلی امید دارم بهش، خیلی در واقع ازش خوب درآمد کسب میکنم. اما میخوام یه موضوعی که بهتون بگم، بعضی وقتا شما ممکنه تلگرام رو بتونید روش راه اندازی بکنید، فیدبک خیلی خوبی هم بگیرید، هزینه زیادی هم ممکنه برات نداشته باشه، چون به بیزینس مرتبطه دیگه. بیزینسی که الان ما داریم و مثلا توی بحث تلگرام مثلا میتونه ازش معرفی بشه و فیدبک بگیریم، ممکنه با هزینه تموم شده خیلی خیلی پایین این اتفاق برام بیفته. 905 تا یوزر با 70 تا ترانزکشن. یه ریفرش دیگه بکنم ببینم چی میشه. خب گرفتیم بچه‌ها قضیه چی شد؟ ترجیحاً پس آقای محمد حسین و خانم مرضیه، ترجیحاً ما میایم یک در واقع سبدی رو درست میکنیم از مدیاهای مختلف، نمیریم فقط روی یه دونه تمرکز کنیم. ولی اگر یه زمانی قرار شد یه دونه باشه، من ترجیحاً روی گوگل ادز. تبلیغات آفلاین رو گفتم. نقش سوشال میدیا در بحث دیجیتال مارکتینگ چقدره؟ ببین سوشال مدیا به خاطر وضعیت ترندی بودنشون هم خیلی خوبن هم خیلی بدن. خیلی خوبن به خاطر اینکه شما در واقع روی قدم اولتون، کاری که دارین انجام میدین، بدون نیاز به هیچ چیز دیگری میتونی فقط با سوشال مدیا، فقط با اینستاگرام، مثلا نه با سوشال مدیا، نه ف...
فقط با اینستاگرام میتونی پول در بیاری، درسته؟ قبل ریمازیا با اینستاگرام میتونی پول در بیاری. این خیلی خوبه. از جهت دیگه این خیلی خیلی بده. چرا؟ چون اگه به هر دلیلی سوشال مدیا یه بلایی سرش بیاد، پایگاه دیگه ای نداری. میدونی مثل یه درخته، این درخته میگه آقا مثلا 6 ماهه به تو نتیجه میده، ثمر میده بهت. خب میگم خب اوکی چقدر خوب، من برم از این درخته 100 تا بگیرم تو باغم بکارم. ولی میگم حواست باشه ها، این که 6 ماهه بهت ثمر میده ممکنه همین یه بار باشه، ممکنه یه بار دو بار باشه. همه در واقع زمین تو پر نکن با این مدل درخت. اگه این کارو بکنی دوباره مثلا سال دیگه خوش بشه، دوباره باید بری سرمایه اولیه بذاری، هزینه اولیه بکنی براش. ولی تو بیا چیکار کن؟ بیا توی این در واقع بیزینسی که می‌خوای کار بکنی، توی این سوشاله، یه بخشی 20% 30% 40% روی این بذار، 60% زمینت هم برو چیکار کن؟ برو درخت گردو بکار. درخت گردو 5 سال بعد روش زحمت بکشی تو به نتیجه برسه. ولی اگه نتیجه داد چند سال بهتون گردو میده؟ تا 50 سال بهتون گردو میده. متوجه میشین فرقش تو چیه؟ خب بچه ها بذاری من شماره من براتون بفرستم. لطفاً توی واتساپ به من پیام بدین، خودتون رو معرفی بکنید، اسمتون و فامیلتون و سنتون و شغلتون و شماره موبایلتون که میفته، آدرس سایت، آدرس اینستاگرام، بعد اینکه اطلاعاتی که در مورد بیزینستون باشه، میخواین چی کار بکنید، شروع بکنید، شروع نکنید، اینا رو برای من بفرستیم. دوستانی که در واقع دوست دارم با من در ارتباط باشن، تا اگر کمکی از دست من بر بیاد بتونم براتون انجام بدم. آقای پدرام یه 4 خط نوشته، من گفتم فایندرتون رو چجوری بخونمش. من هنوز نمیدونم یا نمیتونم پرسونای مخاطب خودم رو تعیین کنم و بر اساس اون استراتژی محتوا تعریف کنم. آیا باید نیچ مارکتینگ انجام بدم؟ بزنس من تولید محتوای بصری، عکس، فیلم، کلیپ، تیزر، فلان فلان فلانه. یه استودیو مجهز دارم که تولید هر گونه عکس و فیلم انجام میدم. عکاس، تصویربردار، تدوینگر، فیلمسازم. ازت پرسونای بزنس من کیه؟ چطور بازاریابی رو بر اساس اون تعریف کنم؟ پدرام جان میخواهید توی واتساپ به من پیغام بدید من یه ذره بیشتر توضیحت بکنم این قضیه رو؟ نیا کنید دوستان، متاسفانه یه موضوعاتی به وجود میاد توی ایران و ترند میشن بدون اینکه ما پشتش بدونیم قضیه چیه. یعنی چی برای شما که هر کسی، برای چی باید بگی من نیچ مارکت برم کار کنم؟ نیچ مارکت به درد کسی میخوره که داره مثل بیژن خدا بیامون داره برای رئیس جمهور آمریکا کت شلوار میدوزه. اون آدم میتونه بگه من بازارم نیچ مارکته. کسی که داره تولید، واسه همین من نمیگم تو ایران داری، دقیقاً به خاطر همین توصیه کردنای آدمای متاسفانه بی سوادیه که یه اسم قشنگ میبینن مثلا آقا نیچ مارکتینگ بریم انجام بدیم. آقا شما سگمنت بکن، برای چی باید بری نیچ مارکتینگ انجام بدی؟ مگه واقعا بحث فیلم برداری و توی کل جامعه ایران 80 میلیونه مثلا 8 نفر بهش نیاز دارن؟ اگر مدل کسب و کارتون بچا جوری بود که از 80 میلیون مخاطبی که باید روش کار بکنین مثلا 8 نفر 10 نفر 8 نفر یا به قول اون آقای قالیباف فوتکی بگو 4% مخاطب داری، بله شما باید برید نیچ مارکت انجام بدی. اگه یه عکاسی انجام میدی که اون عکاسی 200 میلیون تومان هزینه شه، بیزینست بیزینسیه که باید نیچ مارکت کار بکنی. ولی وقتی که شما یه بیزینس جنرال داری به درد همه کسب و کارا میخوره، به درد عروسی میخوره، به درد بچه دار شدن میخوره و هزار تا کار دیگه، وقتی نداره اصلا به نیچ مارکت کردن. شما باید بیفتی توی کسب و کار و بیزینستون. این که گفتم به این پیغام بده به خاطر همینه. شما باید صحبت بیفتید توی بیزینستون، توی کسب و کارتون باید بیفتید و اونجا تازه باید شروع بکنید به چیکار کردن، تعریف بکنید این که آقا من الان کدوم یکی از این سگمنت بازار بیشتر به دردم میخوره. خب خود آنالیتیکم کلی کمکت میکنه. خود گوگل از یه ما گوگل ادز بری قشنگ دیتا در میاری، قشنگ اطلاعات میکشی بیرون که کدوم یکی از این پارامترها و المان‌ها میتونه برای من مفید باشه و به دردم بخوره. بچه اگر موافق باشین یه بای بای قشنگی با هم دیگه داشته باشیم، تا ایشالله توی واتساپ من منتظر پیاماتون باشم. اشکان که توی کلاب هاست، واقعیت این که اگه وقت بکنم خیلی دوست دارم. آره حتما حتما بچه ها. مرسی مرسی که بچه ها تا اینجا با ما همراه بودین، از انرژی های خوبتون خیلی لذت بردم. ان شاءالله که توی دوره‌های بعدی ببینمتون.
سلامت باشین، خدا نگهدار.